سلام دینده های عزیز، امید است که خوب و صحتمند و سر حال باشین و خوش آمدین به برنامه مسیر صحت ای هفته. ای هفته میخوایم موضوعی که شما به ما پیام گذاشته بودین بیخوابی بود. چند دوست ما پیام گذاشته بودن که من نامشون ذکر میکنم، ناجیه جان بود، یما جان بود و زکی جان بود. اینا پیام گذاشته بودن، تعداد زیاد دوست بود ولی چند تایش ما محدودا نام گرفتم که موضوع را بیخوابی بگیریم. امروز اومدیم موضوع بیخوابی را با دکتر صاحب کمال جلال روی بحث خود گرفتیم. اما بیننده برنامه باشین ولی قبل از او بستی معلوماتی تماشا بکنید. خب برنده های عزیز، برگشتیم و بخش اول برنامه مسیر ساعت است و بستی معلوماتی که تماشا کردین دوستای ما زحمت کشیده بودن و نار آماده ساخته بودن و فعلا جناب دکتر صاحب با خود داریم و موضوع امروز برنامه ما بیخوابی است نظر به تقاضای شما. سلام دکتر صاحب، وقتتون بخیر. سلام، صحتمند و سر حال باشه. دوستایی که میبینن هم صحتمند و سر حال باشن. شما زنده باشین دکتر صاحب. موضوع امروز برنامه ما بیخوابی است، چون دوستای ما از ما زیاد تقاضا کرده بودن که یک برنامه راجع به بیخوابی آماده بسازیم و میشه از فیزیولوژی، از گپای نرمال برنامه را آغاز بکنیم که خود خواب چی هست؟ ببینیم، میگن از وقتی که از آغاز تاریخ بیشتر محققین، دانشمندان، حتی هنرمندان چون خواب یک موضوع جذاب بود اکثرا در این مورد کار کردن و چیزی را که امروز نسبت به خواب ما میدانیم حاصل کار 6 دهه اخیر است. قبلا فکر میکردن که زندگی ما انسان ها دو مرحله داره که مرحله خواب است و مرحله فقدان خواب، یا مرحله خواب یا مرحله بیداری. مگر امروز این 6 دهه کاری که دانشمندا کردن بالاخره به نتیجه رسیدن که زندگی 24 ساعته ما و شما شامل 3 مرحله است که مرحله بیداری ما و شماست، مرحله خواب نان ریم است، یعنی مرحله خواب با حرکات بدون حرکات سر چشم و مرحله خواب با حرکات سر چشم. معمولا میگن که خواب یک پدیده مغلق، پیچیده، رفتاری، فیزیولوژیک و روانشناختی است که حاصل تعامل پیچیده نقاط مختلف مغز است. اگر ما خواب تعریف کنیم میگیم که یک وضعیت منظم، تکرار شونده و با سادگی برگشت پذیر یک مار زندجان است که نسبت به حالت بیداری در وقتی که نسبت به ما بیدار هستیم قدم آستانه تحریک پذیری نسبتاً یه جا کمتر است. ما خواب از لحاظ ساختمان به دو مرحله تقسیم میکنیم. یک مرحله حرکات، مرحله نان ریم یا خواب با مرحله حرکات غیر سری چشم یا بدون حرکات سری چشم که این خودش طبیعتاً شامل 4 مرحله میشه. مرحله نان ریم 1, 2, 3, 4 طبیعتاً خواب از مرحله 1 نان ریم شروع میشه. در مرحله نان ریم که معمولاً الان 90 دقیقه دوام میکنه بعضی فعالیت‌های فیزیولوژیک وجود ما نسبتاً کم میشه. مثلا تعداد تنفس نسبت به حالت بیداری ایجا کمتر میشه، ضربان قلب نسبتاً کمتر میشه، حرارت. این همه قسم مرحله دیگه خواب که شروع میشه مرحله با حرکات سری چشم است یا مرحله ریم یا رپید آی مومنت. در این مرحله بعض فعالیت‌های وجود نسبت به حالت بیداری بیشتر میشه. مثلا تعداد تنفس ما، ضربان قلب ما. این مرحله یک مشخصه دیگه خودم داره که به نام پیکیلو ترمیایت میشه. یعنی ما این حالتی است که در وقت خواب وجود ما نظر به حرارت بیرون خود با او عیار میسازه، این پیکیلو ترمیایت میکنن. یک سکل نان ریم، یک مرحله نان ریم و ریم مجموعاً یک سکل خواب میگن که معمولاً یک سکل خواب بین 90 الی 120 دقیقه اتفاق میفته و در این مدت 90 الی 120 دقیقه اتفاق میفته. اینمی یک سکل خواب معمولاً بین 5 الی 7 دفعه در طی شب تکرار شده میره، تکرار شده میره. معمولاً در کنترل خواب نقاط متفاوت مغز داخل است، ساختمان های آناتومیک متفاوت مغز در تنظیم خواب، در حفظ خواب، در تداوم خواب معمولاً نقش دارند. مثلا ساقه مغز زیادتر مطرح میکنند، ساختمان به نام تلموس و هایپوتلموس یاد میشه، این را زیادتر در خواب مطرح میکنند. بعض آخذه هایی که در مغز وجود دارند مانند سیروتونین، اسیتایل کولین، گابامین، بیوتریک اسید، این هم در ایجاد خواب، در حفظ خواب و در تداوم خواب هم این نقاط کلش دخیل است که بالاخره باعث ایجاد یک خوابی که هم از لحاظ کیفیت ارزش داشته باشه و هم از لحاظ کمیت ارزش داشته باشه.
چیز دیگه که بسیار مهم است معمولا نیاز به خواب. ببینید شاید اکثر دوستان احساس کنند که یک انسان کامل، یک کودک، یک نوزاد، بالاخره یک شخص کاهل در 24 ساعت با چقدر خواب نیاز داره. اینه می قسم که ما انسان ها از لحاظ قد، قواره، اندام، سن، جنسیت با هم متفاوت هستیم، از لحاظ نیاز به خواب هم ما متفاوت هستیم. اشخاص نوزاد، کسایی که نوتولد شده نوزاد هستند، معمولا شاید بیشتر از 18 ساعت به خواب نیاز داشته باشند، حد اوسط. سن که زیاد شده میره نیاز خواب کمتر شده میره. کودک ها که معمولا در سن سال مکتب هستند، خصوصا در دوره ابتدایی مکتب قرار دارند، که جا بعدا ما یک مکس هم دارم نسبت به این حالت، حد اقل برای 10 ساعت خواب نیاز دارن به حد اوسط. یعنی می قسم وقتی که پیش جوانان و جوانا حد اوسط، یک تحقیقی که احتمالا در سال 2004 به خیالم صورت گرفته بود، بالای چند میلیون انسان، بالاخره پرسشنامه که ترتیب شده بود، اکثر کسی ها جواب داده بودند که ما در 24 ساعت اگر 7 ساعت خواب از لحاظ کیفیت و کمیت و خواب مناسب، هم از لحاظ کیفیت باید مناسب باشه، هم از لحاظ کمیت باید مناسب باشه. یک قسم نه خوابه که یک کسی بعد از 1 بجه شب استراحت کنه 7 ساعت خواب داشته باشه، نه اینجا. کیفیت، کمیت و وقتی که ما به بسار خواب میریم، وقتش هم برای ما ارزش داره، کل شب باید ما در نظر بگیریم. در این تحقیق معلوم شده بود که بیشتر کسایی که جواب داده بودند گفته بودند که در 24 ساعت، این تحقیق بالای اشخاص کاهل صورت گرفته بود، پیش بزرگسالا گفته بودند که در 24 ساعت ما بر 7 ساعت خواب نیاز داریم، حد اوسط 7 ساعت خواب. کسایی که در دوره کهولت قرار دارند، یعنی بعد از دهه 5 و 6 زندگی قرار دارند، اینجا باز دیگر هم نیاز به خواب کمتر میشه، شاید در سن سال 6 ساعت خواب هم کفایت کنه. چیزی که ما تعریف میکنیم وقتی که یک شخص از خواب بیدار میشه، چه تعریفی خودش داره؟ آیا مثلا شخصی است که خوابیده بعد از 7 ساعت از خواب بیدار شده، با نشاط، با تازگی، با سر حال بودن، یعنی احساس بیخوابی رو نداره؟ اگر اینمی صفت، خدا کنه که بعد از 6 ساعت خواب بدست به، خدا کنه که بعد از 9 ساعت خواب بدست به. چرا؟ ما یک تعداد اشخاص از لحاظ فیزیولوژی با شکل نرمال شورت سلیپر داریم، یا کسایی هستند که کمتر، یعنی در 24 ساعت وجودشان برای کمتر خواب نیاز داره، با کمتر از 6 ساعت خواب نیاز دارن. وقتی که 6 ساعت میخوابن، بیدار میشن، احساس بیخوابی ندارن، خود سر حال احساس میکنن، سر حال زندگی دارن و میتونن که بدون خواب ولدگی امورات یومی خود یا روزانه خود پیش ببرن. اینی مردم شورت سلیپر هستن. برعکس ما کسایی داریم به شکل نرمال که لانگ سلیپر هستن، یعنی بلند مدت میخوابن، یعنی به خاطر از اینکه از طرف روز کارکرد درست داشته باشن، بتونن که عمل کرده نرمال روزانه خود داشته باشن، باید حداقل بیشتر از 9 ساعت بخوابن. یعنی وقتی که ما خواب تعریف میکنیم، چی کم خوابی باشه، چی خواب نرمال، بیشتر وقت باید از زبان خود مریض هم تعریفش کنیم. بسیار خوب دکتر صاحب، میم روی علت بیخوابی، چون موضوع برنامه ما بیخوابی است، میشه روی علت های بیخوابی صحبت های داشته باشین دکتر صاحب؟ چرا یک فرد بیخواب میشه؟ در بیخوابی عوامل متفاوت نقش دارن، خصوصا فاکتورهای عصبی و روانی. شاید هم که کسی افسرده است معمولا بیخواب است، استراب داره یا تشویش داره معمولا بیخواب است، و یا هم برای اصلا مشکلات روانی نداره، نه افسرده است نه استراب است، مگر مشکل سیستم قلبی داره، مشکل تنفسی داره، برانشیال استما یا نفس تنگی داره، و یا هم یک درد و رنج ناراحتی فیزیکی در وجود خود داره، باعث مختل شدن خواب پیشان میشه. چیز دیگه که باعث مختل شدن خواب میشه، خصوصا ما ایره باز طبقه بندی میکنیم، بیخوابی اولیه معمولا کسایی که سندروم پاهای بیقرار دارن، این هم یکی از دلایل بیخوابی است. کسایی که اختلالات متناوب در جریان خواب در اندامهای خود دارن، این هم یکی از دلایلش است. کسایی که مشکلات اپنی های انسدادی دارن که در جریان خواب طرق تنفسی بالایشان یا علویشان یا به شکل نسبی یا به شکل تام مسدود میشه. شاید هم دوستان متوجه شده باشن که بعضی کسایی هستن که در جریان خواب خور و پف بیشتر میکنن، درست؟ اینی کسایی هستن که مبتلا به اپنه های انسدادی تنفسی هستن، و این اپنه ها باعث مسدود شدن جریان تنفس برای مغز میشه. بالاخره این هم یکی از دلایلش است.
دیگهش که خود دواها معمولا کسایی که دوای متفاوت را استفاده میکنن، خصوصا دوای افسردگی، علمی دوایی که به خاطر استراب و افسردگی، حتی دوایی را که ما به منظور خواب هم میتیم، بعض وقت باعث ایجاد بیخوابی میشه. کسایی که اعتیاد به مواد مخدر دارن، کسایی که کافین سیگارت استفاده میکنن، کسایی که نسوار استفاده میکنن، در جامعه ما شما چای سیاه و سبز، خصوصا چای سیاه را بیشتر کسا میخورن، ترکیب از دیا هم معمولا که خود کافین و نیکوتین دارن، اینیا هم معمولا باعث مختل شدن خواب پیشان میشه. چیز دیگه که باعث بیخوابی است زندگی روزمره، ما چیز دانیم به نام اصول بهداشت خواب یا قانون خواب، که او شامل چند شماره خواهد داره، میارات خواهد داره. اکثر کسا اونمو میارات خواب به شکل نرمال سر خود تطبیق نمیکنند در زندگی روزمره و زندگی 24 ساعته روزمره خود، بالاخره باعث بیخوابی نزد شخص میشه. خب دکتر صاحب، بعض هموطنای ما هستن امی شرایطی که شما گفتین یا امی دلایلی که شما گفتین میگن تمامش نرمال است، اما بازم مرا شبانه خواب نمیبره، دلیلش چی بوده میتونه؟ ببینید او قسم نیست، حتما یکی از مشکلات دارن. در هر 24 ساعته که زندگی ما شما سپری میشم، وجود ما ریتمای بیولوژیک خود داره، یعنی ساعتای مشخص کاری خود داره. بعضی کسا طبیعتا دیر میخوابن، درست؟ تا دیر بیدار هستن و دیر میخوابن و دیرتر از خواب بیدار میشن. طبیعتا بعضی کسایی را ما داریم که زودتر میخوابن، زودتر از خواب بیدار میشن. ما بعضی کسایی را داریم که سفرهای طولانی از یک قاره به قاره دیگه میرن، از شرق به غرب میرن، ای جمع پیش از انسان ها خوابشان مختل میشه. بعضی کسایی را ما داریم که به شکل نرمال از طرف شب وظیفه دارن، یعنی شفت کاری دارن، رسمیات یعنی کارشان معمولا بعد از 8 تا 9 شب آغاز میشه و تا 4 تا 5 صبح ادامه داره. اینی کسا هم معمولا خواب از لحاظ کیفیت و کمیت معمولا مختل است، چون ریتمای بیولوژیک و ساعتای بیولوژیکشان مختل شده. بیشتر ما اشاره رساندم، ما که بیخواب میگیم، درست؟ کسی که بعد از اینکه از خواب بیدار میشه از چی تعریفی داره؟ آیا سرحال است؟ سرازندگی داره؟ نشاط و تازگی خود احساس میکنه و خود احساس کنه که دیگه ما نیاز به خواب نداریم، یعنی خوابم کفایت کرده، این 6 تا 7 ساعته که ما خوابیدیم. اینا بعضی کسایی هستند که 7 ساعت میخوابن، مگر وقتی که بیدار میشن اینمی صفت ندارن، سرحال هستند، خسته هستند، عصبی هستند، به خاطر که 6 ساعت 7 ساعته که خوابیدن هم از لحاظ کیفیت برشان درست نبوده و هم از لحاظ کمیت درست نبوده. ما که مریضای خود را ارزیابی میکنیم، باید هم کیفیتشان را در نظر بگیریم و هم کیفیتشان را. به چی مانا؟ هر انسان، مثل که بسیار یک مثال ساده شما میارم، طبیعتا هر کسی شاید پیش خیاط رفته باشه و اندازه وجود خود برشان میاد که یک کرتی را اگر میسازه، لباس را که میسازه، که اندازه وجودشان چقدر است، یعنی میفهمن، یعنی میقسم باید بدانن که ظرفیت یا نیاز خواب 24 ساعته ما چقدر است. حد اوسط ما میگیم که 7 ساعت است. شاید هم بعضی از دوستای ما باشه که نیاز خوابشان در 24 ساعت 9 ساعت باشه، شاید کسایی باشن که کمتر از 7 ساعت باشن، یعنی 6 ساعت باشن. بعد از اینکه هر کس فهمید که در 24 ساعت ما با چقدر خواب نیاز دارم، اونمو بهترین وقت خواب معمولا بین 9 الی 10 شب است، از لحاظ وقت مناسب. بیشتر کسا که مثل که برادر سوال کرده بود، بیشتر کسا معمولا الی تا 10 یا 1 الی 2 بجه شب طبق معمول مصروف هستند. اگر خوابشان آمد و به سر خواب خود نمیرن، یا در برنامه تلویزیون مصروف هستند، یا متاسفانه بیشتر کسا امروز با اینترنت وابستگی پیدا کردن، اعتیاد پیدا کردن، شاید دوستا احساس کنند که صرف انسان ها با سیگارت و نسوار و تریاک هیروین معتاد میشن. امروز بیخی ما اختلال جدید داریم به نام اختلال بازی های دیجیتالی، یا ساده تر برتان بگیم اعتیاد به اینترنت. بیشتر کسا امروز به اینترنت اعتیاد هستند، اعتیاد بودن به اینترنت خودش هم کیفیت خوابشان خراب کرده، هم کیفیت خوابشان خراب کرده، و این خراب بودن کیفیت و کیفیت خواب فردای روز یا سر زندگی روزمرهشان هم تاثیر دسته خود دارن. مثلا کسی که از لحاظ کیفیت و کیفیت خوابشان پوره نیست، اگر محصل است، فردایی که به درس خود میره
اوجا احساس خوابالدگی میکنه، احساس خستگی میکنه، احساس سردردی میکنه، احساس عصبانیت میکنه، حافظهشان درست کار نمیکنن. یعنی مشکلات شما است که از باعث بیخوابی جا. خب دکتر صاحب، به عنوان سوال آخر از شما میپرسم که فرد که دچار بیخوابی است و یا یکی شبانه خوابش نمیبره، چگونه خودش تشخیص بکنه و یا نزد دکتر در کدام زمان مراجعه بکنه؟ خیلی کوتاه جواب بده. بسیار ساده، وقتی که از خواب میخیزه چی احساس داره؟ وقتی که از خواب میخیزه، اگر احساس داره که ما خستگی دارم، بیخواب هستم یا خوابم پوره نشده، بهتر است بجای ذکر یک دوای خواب آور استفاده کنه یا درمان خودسرانه را خودش شروع کنه، با یکی از متخصصین روان اعصاب در این مورد صحبت کنه. چیزی که بسیار مهم است، امروز هر کسی فضل خدا اینترنت و موبایل و گوگل دسترسی دارن، بیشتر نفوس جامعه داره. چیزی است به نام اصول بهداشت خواب یا قانون خواب. حداقل اینمی 10-12 شماره است، امی اصول بهداشت خواب یا قانون خواب مطالعه کنن، هر روز کوشش کنن که یک قانون شه، هر روز هم اگر نمیتونن در هر هفته کوشش کنن که یک قانون شه بالای خود تطبیق کنن. شاید در ظرف 6 هفته 8 هفته خوابشان از لحاظ کیفیت هم درست شوه و از لحاظ کمیت هم درست شوه. خیلی تشکر دکتر صاحب. بیننده های عزیز، بخش اول برنامه بود و رفت و برگشت کوتاهی می داشته باشیم، رو بیننده بخش دوم برنامه باشیم.